السلام عليكم ورحمة الله جميعا وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أو كما قال الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لم يكن أحد أشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم من الحسن بن علي، وقال في الحسين أيضا كان أشبههم برسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحبه فأحبه وأحب من يحبه. متفق عليه. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هما ريحاني من الدنيا، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته عدد كمال الله وكما يليق بكماله. حضار گرامی، پیش از همه تسلیت عرض میکنیم به تمام مسلمانان جهان، بالخصوص به عزاداران حاضر مجلس، و تقدیر و تشکر میکنیم از دستنکاران این مجلسی که برگزار کردن، مسئولین، بزرگوارا. به اجازه تمام علما و مشایخ میخواهم چند لحظه ای که با همراه شما هستیم پیرامون شناخت اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، بالخصوص حضرت امام حسن و امام حسین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین، و در آخر یک پیشنهاد برای تمام مسلمانان جهان، بالخصوص برای مردم افغانستان و خاص کر برای علمای افغانستان داریم. دوستای نهایت عزیز، برادران و خواهران عزیزم، در این شک نیست که شما امام حسین را میشناسین که در محبتش به خاطر عزاداریش جمع شدیم. که امام حسین کی بود؟ امام حسین چه کاری را انجام دادن؟ و خواست امام حسین از پیروان جد امجدش چی بودن؟ آیاتی که ما از قرآن عظیم شان تلاوت کردیم، الله سبحانه و تعالی می فرمایند، دستور می دهند برای بندگانش که شما تفرقه نکنید، اختلاف در بین نکنید. روب و عظمت و شجاعتی که دارین به پیش یا در قلبهای دشمنان اسلام، دشمنان الله و دشمنان پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم، بعد از اختلاف ذات البینی ای روب و دبدبه تان از بین میرن، از هم میپاشا. بناءً
روش خودتان طور عیار بسازین، زندگی 24 ساعته تان را طور عیار بسازین که در سوره فتح الله دستور دادن که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم و همراهانش فدای یکی دیگه می شدن و یوسرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، با یکی دیگه محبت داشته باشین، با مسلمان ها محبت داشته باشین، با مسلمان ها خود نزدیک بسازین، با پیروان اهل بیت و صحابه پیامبر علیه الصلاه و تسلیمات خود نزدیک بسازین، از هم دور نشوین، روب و دبدبایی که دارین، همت و شجاعتی که دارین از هم میپاشا، بزدل میشین، به همت میشین، دیگرا سرتان حاکم میشه. و باز نقصش ای است که ذلت دنیا و آخرت از آن تان میشه. خداوند ما شما را نجات بدهند، خداوند اتفاق و اتحاد واقعی نصیب ما شما بگردانند. احادیثی که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلم تلاوت کردیم، پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم می فرمایند، حضرت ابی هریره رضی الله تعالی عنه راوی حدیث است، اللهم انی احبه، ای الله ما به همراه حسن و حسین محبت داریم. پیامبر لولاک لولاک لما خلقت الافلاک، اگر پیغمبر نمی بود اهل بیت از کجا می شد، صحابه از کجا می شد، تابعین و مجتهدین که ما شما داریم از کجا می شد، قبلهی که امروز نماز می خوانیم از کجا می شد، قرآن که امروز پیروی می کنیم از کجا می شد؟ از برکت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستند. اللهم انی احبه، ای الله ما با امرای از یا محبت داریم، فاحبه و احب من یحبه، خداوند تم با امرایشان محبت کو، ما با امرای از یا محبت داریم، و کسانی که با امرای از یا محبت میکنه تا قیام قیامت الله با محبینش تو محبت داشته باش. پیشتر که والی صاحب گفت که این مجلس مجلس نورانی است، چطور نورانی نباشه؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم دعا میکنه، ای الله ما با امرای نیا محبت داریم، تم با امرایشان محبت داشته باشی، ای الله کسانی که با امرای اهل بیت محبت داره با امرای او مردمم تا قیام قیامت محبت داشته باش. ایرا ما شما 100% معتقد هستیم الحمدلله که الله با همراه ما شما محبت میکنه. امروز ما شما به خاطر محبت اهل بیت پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم جمع شدیم. حدیث متفق علیه است. دیگه حدیث از پیامبر علیه الصلاه و التسلیمات، هما ریحانی من الدنیا حسنین، گلهای خوشبوداری هستند برای من از گلهای دنیا. یا در یک روایت ما داریم که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم سر منبر نشسته بودند، حسن و حسین یکیش در یک بغل دیگرش در دیگر بغل نشسته بود، هر دوی از یارا بوسه می کردند، حسن و حسین رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را بوسه می کردند، بعد از بوسه باز اینیا را بوی میکردن، مثل که یک نفر خوشبوی را بوی میکنه یا گل را بوی میکنه. این قسمی صحابه گفت یا رسول الله صلی الله علیه و سلم عجیب است، ما هم اولاد داریم، نواسه داریم، ما اولاد خود را بوسه میگیریم مگم اینیا را بوی نمیکنیم؟ پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودن اینیا گلهای جنت هستن که برای من در دنیا داده شد، اینیا خوشبوی جنت هست که در دنیا برای من داده شده. ای عزیزان، شما به خاطر عزاداری کسی جمع شدین که پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم
می فرمایند که این یا خوشبوی جنت هست که برای من در دنیا داده شده. این یا خوشبوی جنت است، بهشت است که در دنیا برای من داده شده. بناهن عزیزان اسلام، زما عزتمند مسلمانان و رونو، منگ او تاسو د ازاداری د امام حسین نا سو درس باید واخلو، سو باید وکو. صرف دی اکتفا وکو چې یو کال او بل کال د امام حسین ازاداری وکو بس؟ نه، په دی اکتفا نکو. اے مسلمان ورورا، اے مسلمان تجارا، اے مسلمان سیاست مدارا، اے مسلمان نوجوانا، اے مسلمان پتمن خوره، تا تا د بیت المقدس مسلمانان په امید دی، تا تا د ټولی دنیا مسلمانان په امید دی. تهغه څوکیه چې ستا په حق کې محمد رسول الله عربی صلی الله علیه وسلم دعا کړی ده، نو مونږ او تاسو به د ازاداری حسینی نه یا د لسم د محرم الحرام نه درس د وحدت اخلو. سنی، شیعه، پشتون، تاجک، هزاره، ازبک، دس معنا لري ان اکرمکم عند الله اتقاکم. بهترین به نزد الله هغه هزاره دی چې په هغه کې تقوا ډیره وه. بهترین به نزد الله هغه ترکمن دی چې په هغه کې تقوا ډیره وه. بهترین به نزد الله هغه ایماق او نورستانی او پشهی دی چې په هغه کې تقوا او دیانت ډیر وه. بهترین به نزد الله هغه پښتون دی چې په هغه کې تقوا ډیره وه. مګم چې په چا کې تقوا نه وه، هغه که د هر قوم پورې تعلق درلودو، هغه که عرب وو، هغه که عجم وو، هغه که پښتون وو، هغه که تتار وو، هغه که د هر قوم پورې تعلق درلوده، نو هغه په نزد خدای بهتر نه دی عزیزانو. نو د خدای په وړاندې دا دیانت او تقوا دا لوړ مقام لري، لویه پایه لري. نو موږ او تاسو به ان شاء الله نن د حضرت امام حسین په لاس کې لاس ورکو، لاس دستای تانه بلند کنین. ما به همراه امام حسین به تجدید بیعت می کنیم، به همراه امیر المؤمنین بیعت می کنیم که ما در افغانستان قوم پرستی را نمیشناسیم، مذهب پرستی را نمیشناسیم، سمت پرستی را نمیشناسیم. ما مسلمان بودیم، مسلمان هستیم، مسلمان می باشیم. ایخ امام حسین مظلوم، ما با همراه تو بیعت میکنیم، تجدید بیعت میکنیم. هر کس که مخالف تو بودا، هر کس که مخالف جدت بودا، هر کس که مخالف قرآن بودا، او دشمن من هست، او منفور در جامعه هست. من در افغانستان با قوم پرستی، با سمت پرستی، با مذهب پرستی هیچ نیازی نداریم. برای من ان اکرمکم عند الله اتقاکم مسیر است. برای من در جهان اسلام ان اکرمکم عند الله اتقاکم مسیر است. و برای من مسیر چی است؟ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم. ای برای من مسیر است ان شاء الله العزیز. بنا ان بزرگواران عزیز، ما ازی فوهنتون و دانشگاه بزرگ امام حسین، ازی فوهنتون و دانشگاه بزرگ کربلا، و ازی فوهنتون و دانشگاه بزرگ روز عاشورا ای درس را می گیریم و برای دیگران می دهیم، برای نسل خود می دهیم که ما یک استراتژی اخوتی در افغانستان می داشته باشیم. برای جهان نشان می دهیم، برای تمام مسلمانان جهان نشان می دهیم که فیروزی من، کامیابی من، رستگاری من و آمدگی من برای امام مهدی، برای آخرین از طرف آخر دوم خلیفه محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم، آمدگی اخوتی برای امام مهدی داشته باشیم. وعده است ان شاء الله که ما در افغانستان هیچ کس را اجازه نمی دهیم
که با قوم پرستی و با مذهب پرستی دامن بزنه ان شاء الله العزیز ما شما امروز عهد و پیمان بیعت با همراه امام حسین با همراه خون امام حسین با همراه یاران امام حسین با همراه پیروان امام حسین تجدید بیعت کردیم که ما ان شاء الله العزیز اول در افغانستان چون اول خانه خود را می سازیم و انذر عشیرتک اقربین ای دستور الله متعال است بیان برای پیغمبر اقدس ما شما صلی الله علیه و سلم اول از خویشاوندانت بترسان از نافرمانی ای عزیزان ما ببینیم دستور الله متعال برای بنی اسرائیل توری بودن وعده محکم گرفته شد وَعْبُدُ اللَّهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا در ذات بعد از عبادت الله اطاعت و پیروی پدر و مادرتان را بکنین جوان عزیزم که تو آزادار امام حسین خدا میدانی یک کمی فکر کو والدین از پیشت ناراض است یا راضی پدر و مادری که داری در خانه از پیشت راضی هستن یا ناراض هستن ای آزادار امام حسین تو خو باید درس بزرگ ازاداری امام حسینم که میکنی خو سرچشمیت از قرآن است سرچشمیت از محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن بعد از عبادت الله نیکی به همراه والدین بعد از او به همراه خویشاوندان بعد از او به همراه مسکینان و بعد از او قولوا للناس حسنا برای مردم گپی خوب بگوین برادر بسیار می بخشی با معذرت نه او ولا بیا کی ازارا است بزنین بیا کی پشتون است بیا کی ترکمن است بیا کی ازارا است ای ازو قوم رب داره و ای ازو قوم رب داره وقت کم استن برادرای بزرگوانم چون ما پیشترم گفتیم ما نمیتانیم امام حسین را ده ده دقیقه یا ده بیست دقیقه معرفی بسازیم امام حسین کسی هستن که او را ما شما میشناسیم که امروز به خاطر پیداکاری و به خاطر همت و شجاعتی که امام حسین از آن خود کردن به خاطر عزاداریشان جمع شدیم صرف درس ما شما ای هستن که وحدت اتفاق و یک استراتژی اخوتی داشته باشیم مدارسی که داریم مساجدی که داریم مکاتبی که داریم جمعواری هایی که داریم تنها ربط به سنی و شیعه ندهیم تنها ربط به ازاره و پشتون و تاجک و ترکمن و دیگه اقوام ندهیم کسی که ای کلمه را خواندن که لا اله الا الله محمد رسول الله او برادر و خواهر من است انشاءالله در آغوش جای می دهیم و آخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمین بسیار استفاده شایان بردیم از بیانات مولوی صاحب بزرگوار من به نمایندگی از همه شما عزاداران عزیز برای صحبت‌های بسیار مؤثر و وحدت آفرین مولوی صاحب پیشانیشان را به نمایندگی همه شما می‌بوسم شما همان شعار الله اکبر را سر دهید